سلام و شب شما بخیر. به برنامه امشب بازار از تلو نیوز خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، واگذاری مسئولیت ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی. وزارت شهرسازی و آب از واگذاری مسئولیت‌های مطالعات محیط زیستی و ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی و مسکن خبر می‌دهد. مطابق به حکمی که آمده، فعلا تمام اون مسائل بودجوی که مربوط به بند شاتوت در وزارت انرژی و آب بود و مطالعات محیط زیستی و تاثیرات بند از وزارت انرژی و آب به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال پیدا کرد. کمک ژاپن در بخش کشاورزی در افغانستان. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. اولویت کمک های ما در بخش های کشاورزی و توسعه زیربناها در افغانستان است. خواست ایران افغانستان. از افغانستان تهران از کابل خواسته که به گونه مشترک در بندر چابهار سرمایه گذاری کند. کولایشی افغانستان د دې تجارت لاری یا د دې بندر لاری و کولایشی پر ډیرو سترو اقتصادي پروژو کې شمولیت پیدا کړي. و افزایش پرچوی های برق در وینزویلا. حکومت وینزویلا پرچوی های برق را در این کشور افزایش داده است. زرمینه محمدی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ایران از افغانستان خواسته است که برای ایجاد کارخانه های تولید فولاد در منطقه آزاد چابهار به گونه مشترک در این بندر سرمایه گذاری کند. در مراسم رونمایی پژوهش اهمیت بندر چابهار به کشورهای افغانستان، ایران و هند که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است، سفیر ایران در کابل میگوید که بندر چابهار گذشته از اهمیت ترانزیتی و بازرگانی در جذب سرمایه گذاری های مشترک میان کشورها سودمند خواهد بود. در اینجا از تازه ترین پژوهش تحلیلی درباره بندر چابهار که از سوی پژوهشگران افغان، ایرانی و هندی صورت گرفته است رونمایی می شود. کولایشی افغانستان د دې تجارت لاری یا د دې بندر لاری و کولایشی په ډیرو سترو اقتصادي پروژو کې شمولیت پیدا کړي. نفع مشترک منطقه در پیوندها و همکاری های اقتصادی هست. در این پژوهش گذشته از اهمیت بندر چابهار در تحکیم رابطه ترانزیتی و بازرگانی میان کشورهای منطقه و افغانستان در کوتاه مدت درنمای رونق اقتصادی منطقه پیش بینی شده است. رئیس اجرای حکومت وحدت ملی میگوید که افغانستان سیاست چالش ها و موانع فرارای بازرگانی و رشد را روی دست گرفته است. افغانستان بنا به سیاست کم کردن موانع، رفع موانع که از جمله تعرفه های پایین یکی از نشانه هایش است، همین سیاست دنبال کرده و توقع داره از کشورهای منطقه که در این راستا همنوایی و امانگی بهتر ایجاد شود. از سوی همسفیر ایران در کابل میگوید که با بکارگیری از بندر چابهار زمینه ها را برای سرمایه گذاری های بزرگ و مشترک افغانستان و ایران فراهم خواهد ساخت. ما میتونیم در چابهار به دلیل ویژگی هایی که این بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران داره و در پرتو توافقی که سه طرف کردن، حتی پیشنهاد کردیم که ما میتونیم بعضی از کارخونجات رو مثل کارخانه فولاد در چابهار با همکاری و مشارکت ایران، افغانستان و سایر کشورهایی که علاقمند هستن وارد بشن ایجاد بکنیم و محصولش رو به صورت مشترک صادر بکنیم به کشورهای دیگه. حسوی همسفیر هند در کابل میگوید که بندر چابهار نه تنها که در رونق روابط بازرگانی افغانستان با منطقه و ایران سودمند خواهد بود، بل در سالهای آینده بازرگانی هند را با کشورهای آسیای میانه از روی افغانستان به چند برابر افزایش خواهد داد. گزارش نشان می دهد که با بکارگیری از بندر چابهار بازرگانی هند تنها به کشورهای آسیای میانه در سالهای آینده تا 500 میلیارد دلار خواهند رسید و این یک تحول بزرگ در بازرگانی ما خواهند بود. از هم در این نشست شماره از پژوهشگران بر ایجاد سهولت‌های بیشتر ایران در منطقه آزاد چابهار تاکید کردند. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با عبدالقدیر مطفی، یکی از پژوهشگران انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان.
آقای مطفی خیلی خوش آمده در برنامه. در نخواست در مورد پژوهش که شما انجام دادین میشه که جزئیات بیشتر بر ما بتین. بسیار تشکر. سلام بر شما. تحقیق چابهار یکی از مهمترین تحقیقی بوده که در دوران یک سال گذشته بالای بندر کار شده و ابعاد مختلف پروژه چابهار تحلیل و بررسی شده. بحث اساسی است که تحلیل توسط تحلیلگران هندوستان و ایران و مشترکاً با افغانستان کار شده که ما بتانیم اهمیت استراتژیک این بندر را مطالعه بکنیم و همچنان روابط سه کشور را ارزیابی بکنیم. خوشبختانه افغانستان از لحاظ موقعیت استراتژیکی که داره در شمولیت در کوریدورهای اقتصادی میتونه یک رول بسیار عمده را بازی بکنه. یک بحثی که بسیار مطرح بوده وی است که افغانستان توانمندی و پتانسیل زیاد داره در بخش‌های مختلف. ظرفیت صادراتی افغانستان بیشتر است. میتونیم تولیدات افغانستان صادر بکنیم به کشورهای منطقه. اما پاکستان کشوری بوده که همیشه تلاش کرده که به خاطر صادرات افغانستان، به خاطر تجارت افغانستان یک مشکل ایجاد بکنه. تحقیق ما نشان میده که در اینجا مسائل زیاد هست که باید بررسی شود و کار شود. بندر چابهار میتونه یک الترناتیو بسیار خوب باشه، به خاطر که افغانستان ضرورت داره که در بخش تجارتی منابع اقتصادی خود هم در جذب سرمایه‌گذاری ها و هم در صادرات و واردات یک راه بسیار آسان و راهی داشته باشه که در اونجا تسهیلات تجارتی زیاد باشه. تحقیق نشان میده که ما پتانسیل زیادی را داریم، اما این پتانسیل و ظرفیت نظر به این مشکلات ترانزیتی بسیار زیاد است. و آقای مطفی، شما در مورد اهمیت بندر چابهار بیشتر صحبت کردین. آیا شما در این پژوهش مشخص ساختین که حکومت هم باید کدام برنامه روی دست بگیره تا ما بتانیم از مزایایی که در بندر چابهار است و گونه درست استفاده بکنیم؟ بسیار مهم است که ما اول ارزیابی خوبتری از بندر چابهار داشته باشیم. یک تعداد توافقات بین الحکومتی امضا شدند که بسیار توافقات مهم بوده. بحث اساسی تحقیق می بوده که ما بتانیم یک ارزیابی خوبتر را بالای نمی تعهدات داشته باشیم که کشورها چگونه تعهدات خود عملی کردند. یک مسئله که بسیار مطرح است، افغانستان از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاست اقتصادی دولت افغانستان بسیار یک متحرک شده و ما در این راستا زیاد تغییراتی را دیدیم که انجام شد و این بحث اساسی را ایجاد میکنه که ما بتانیم توانمندی و ظرفیتی را داشته باشیم که رول نظارتی را داشته باشیم و رول داشته باشیم که ما بتانیم تعهدات بین الحکومتی را ارزیابی کرده بتانیم و بتانیم تعهداتی که سپردن کشورها او را عملی بسازیم. یک مسئله که بسیار واضح هست و در تحقیقم نشان میده که افغانستان از طرف افغانستان در کارها کدام مشکلات نیست، به خاطر که افغانستان همونجا شمولیت پیدا کرده و همونجا میتونه سرمایه گذاری بکنه، هم ظرفیت صادراتی را داره، هم در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم رول عمده بازی میکنه و سکتورها را مشخص کرده. بحث اساسی که مطرح است در چابهار باید توافقات بین الحکومتی که بین هندوستان و ایران است باید عملی شود در بخش ساخت و ساز، در بخش سهولت و فراهمواری برای تجار افغان. و یک بسیار مسئله مهمی است که وقتی که ما از تعهدات بین الحکومتی بحث میکنیم در اونجا یک ارزیابی کلی باید باشه. مثلا یک تعداد تسهیلات باید فراهم شود برای تجار افغانی که امروز خوب شد که شرکا وعده همکاری را کردن و این تحقیق به دقت خواندن و استفاده از این تحقیق وعده دادن که ما امو پالیسی هایی که در راستای تشویق سرمایه گذاری ها و جذب سرمایه گذاری خارجی مستقیم، تسهیلات برای افغانستانی، تمام موارد ابعاد مختلفش بررسی شده بود و اونجا ارائه شد. شما مشخص کردین که در کدام بخش ها بیشتر زمینه‌های سرمایه گذاری های مشترک در بندر چابهار وجود داره؟ یو ډیر مهمه مسله په دې تحقیق کې دا چې په افغانستان لوري نه چې کوم تعهدات سپارل شوي دي هغه عملي کیږي او هغه ارزیابي کیږي، بررسي کیږي.
مهمه مسئله داره چې د هندوستان او د ایران ترمنځ کوم توافق لیکونه شوی دي، د هغې توافق لیکونه عملي کول ډیر مهم وو. مثلا په هغې کې د افغانستان لپاره د دې زمینه برابرول تر څو موږ وکولی شو هلته د تجارانو لپاره تسهیلات برابر کړو، یا د دې تر څنګ چې کوم وعده چې په دې وروستیو کې د بندر په فعالولو کې او دې تر څنګ په دې برخو کې د بنیادي زیربناو کارونه و، هغه یو تعداد کارونه ونه شو متاسفانه. اما مهمه مسله په دې کې دا ده چې موږ کولی شو هغه تسهیلات چې یو هندي تجار ته په چابهار کې برابرېږي هغه باید افغان ته برابر شي، همداسې ایران ته برابر شي، یا هغه تسهیلات چې ایران او هندوستان یو بل ته برابرې هغه باید افغانستان ته برابر شي. یعنی په افغانستان کې یوازې دا بحث مطرح نه دی چې صرف پوتنشل د دې لري چې هغه د شمولیت پیدا کړي، دلته دا ظرفیت هم شته دی چې موږ په اقتصادي منطقوي همپالنه کې یو ستر اقتصادي برخه کې ډېر ستر رول ولوبه او موږ وکولی شو هغه تعهدات چې د حکومتونو لپاره دي هغه عملي شي. یو ډېره مهم او بنیادي مسله چې په دې تحقیق کې تمرکز شوی دغه دا ده چې نه یوازې دا چې افغانستان له دې مزایونو برخورداره کیږي، بلکې موږ د تسهیلات برابره او هندوستان او ایران ته چې هغوی د افغانستان له منابعو نه، د افغانستان له لارو نه، د افغانستان د اقتصادي موقعیت نه، ستراتیژیک موقعیت نه، اقتصادي پروژو کې شمولیت کې، دا ټولو برخو کې تحقیق ښیي چې موږ کولی شو یو ډیر مثبت او مؤثر رول ولوبو. اما مهمه مسله دا ده چې اړخونه هغه کومو برخو کې چې تعهدونه سپارلي هغه باید عملي کړي، بین الحکومتي توافق لیکونه باید عملي شي، فیسلټي او هغه کوم امکانات چې د تجارانو لپاره په پام کې نیول شوي هغه باید عملي شي، او بل مهمه مسله دا ده چې د افغانستان د تجارانو لپاره د شمولیت لپاره هلته د سرمایه‌ګذاري لپاره او د هغې سرمایه‌ګذاري د مسؤلیت لپاره، ځکه دا ډېر اوږدمهاله در بندر چابهار به سرمایه‌گذارهای افغان فراهم است. خو یک مسئله که بسیار مطرح است 50 هکتار زمین است که برای 130 کمپانی ها در گذشته تقسیم شده بودند، اما این کافی نیست. یک تعداد تعهدات دیگه هم باید باشه در بخش سهولت های ویزا که بسیار مشکلات میبینند اکثر تجار، یا بخش سرمایه‌گذاری ها یا بخش بانک ها در اونجا که در بخش زیربنایی کارهای متعدد است که باید صورت بگیره. این تمام موارد است که تسهیلات باید آماده شوه و ظرفیتی چابهار هست که بتونه امو در روند همگرایی منطقوی رولی هم در بازی بکنه. تشکر. سپاس از شما. تشکر. و این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1120 افغانی، 1 لیتر روغن 75 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سله اول 90 افغانی و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا لحظات دیگر. خواسته کارخانه‌داران از حکومت. کارخانه‌داران از حکومت میخوان که تأسیسات نظامی را از نزدیکی پارک‌های صنعتی جدا سازد. وزارت انرژی و آب از واگذاری مسئولیت‌های مطالعات محیط زیستی و ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی و مسکن خبر می‌دهد، در حالی که وزارت انرژی و آب تمامی مطالعات فنی و اقتصادی بند شاتوت را انجام داده بود، قرار بود به زودی کار ساخت این بند را آغاز کند، اما مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که رئیس جمهور حکم داده است که تمام مسئولیت‌های ساختن بند شاتوت همراه با بودجه آن به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال یابد. اما وزارت شهرسازی و مسکن می‌گوید که تنها مطالعات محیط زیستی و اجتماعی مربوط به این نهاد شده است و برای این کار یک شرکت مشورتی استخدام خواهد شد. وزارت انرژی و آب میگوید که بر بنیاد دو حکم ریاست جمهوری در دو ماه گذشته مسئولیت های بررسی های فنی و ساخت بند شاتوت در کابل نخست به اداره ملی حفاظت از محیط زیست و سپس به وزارت شهرسازی و مسکن واگذار شده است. مسئولان این وزارت میگن که آنان کار طرح و دیزاین و مطالعات فنی و اقتصادی بند شاتوت را تکمیل کردند و قرار بود کار ساخت آن آغاز شود. مطابق به حکمی که آماده فعلا تمام اون مسائل بودجوی که مربوط به بند شاتوت در وزارت انرژی و آب بود و مطالعات محیط زیستی و تاثیرات بند از وزارت انرژی و به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال پیدا کرد. اما وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که تنها مطالعات محیط زیستی و اجتماعی بند شاتوت به این نهاد سپرده شده است و در این بخش این نهاد یک کمپانی مشورتی را استخدام خواهد کرد.
مسئولیت وزارت امور شهرسازی در مورد مطالعاتشان هستند که ما در جزئیات میریم که امی پروژه چی اثرات مثبت و چی اثرات منفی سر محیط زیست داشته میباشد. از سوی هم شمار از آگاهان امور اقتصادی واگذاری پروژه های توسعه‌ای را از یک نهاد به نهاد دیگر وقت کشی می دانند و می گویند که حکومت باید در قبال عمل شدن پروژه های مهم و ویژه پروژه های بندسازی در کشور نباید سلیقه‌ای برخورد کند. آنان می گویند که ساخته شدن بند شاتوت در کابل با در نظر داشت کمبود روزافزون آب زیرزمینی نیاز اساسی است و باید این پروژه هر چه زودتر عملی شود. ما فکر می کنیم که همچو برخوردهای سلیقه‌ای و همچو احکامی که خلاف پرنسیب است و در پرنسیب شامل نیست، اما پروسه توسعه برای مردم افغانستان بطی و کن می سازد و نتیجه مطلوب نمیتونه داشته باشد. برای ساخته شدن بند شاتوت 236 میلیون دلار نیاز است که با ساخته شدن این بند در کنار تهیه آب آشامیدنی برای 2 میلیون باشنده پایتخت آبهای زیرزمینی در این شهر تقویت خواهند شد. بعد تازگی هند برای تمویل این پروژه علاقه‌مند شده است. آزمون برای بستای خالی آموزگاران و کارمندان خدمات ملکی در فاریاب عقد شد. مسئولان خدمات ملکی در شهر میمنه میگن که برای استخدام افراد واجد شرایط برای 700 بست خالی در این ولایت بیش از 2600 تن آزمون دادن و قرار است که بزودی نام های این افراد فهرست شوند. بر بنیاد اطلاعات مسئولان خدمات ملکی در شهر میمنه ولایت فاریاب، از بیش از 5000 فردی که برای 700 بست خالی در این ولایت ثبت نام شده بودند، از 2600 تن آنان که واجد شرایط به این بست های خالی شناخته شدند آزمون گرفتند. آنان میگویند که بیشترین این بست های خالی برای آموزگاران است. یک کس میتونه به یک بست خانه کاندید کنه، اون از او بست رقابت میکنه، از طریق رقابت کسی که نمره بیرون به دست میاره او کاندیدم بست میشه و مقرر میشه. در همین حال شماری از شرکت کنندگان در این آزمون میگویند که بی‌نظمی های زیادی در این آزمون وجود داشتند و باید به گونه شفاف افراد به بست های نهادهای دولتی گماشته شوند. قبلا امتحان به این شکل نبود، اما بعدا که پروسه امتحانات به اصلاحات اداری گذاشته شد، اصلاحات اداری این طرز روند های جدید را به مردم فاریاب به مسطح افغانستان معرفی کرد، اما بعضی از طرز روند هایی که وجود داشتند مطابق این خواست کسایی که امتحان می دادن بود، اما بعضی هایش در تضاد قرار داشت. بر ما اصلاحات اداری دیگر چیز رهنمایی کرده بود، اما در اینجا خلاف رشته ما بود، اینجا اصلا رشته ما ده سوال بود. از سوی هم مسئولان خدمات ملکی در ولایت فاریاب میگویند که با برگزاری آزمون برای گماشتن افراد در بستهای نهادهای دولتی میکوشند که افراد شایسته را جذب کنند و این روند به گونه شفاف عملی خواهد شد. مجوز سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در شبکه ملی فایبر نوری و شرکت های افغان بیسیم، اتصالات و گروپ مشورتی آسیا داده شد. در پیمانی که میان اداره تنظیم خدمات مخابراتی و شرکت های سرمایه گذاری در ارگ ریاست جمهوری امضا شد، این شرکت ها می توانند بیش از 383 میلیون دلار در شبکه فایبر نوری سرمایه گذاری کنند. بیش از این وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی گفته است که هدف از سرمایه گذاری های خصوصی در شبکه فایبر نوری کاهش بهای اینترنت و بهبود کیفیت این خدمات در کشور است و تلاش می شود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش پروژه های فایبر نوری میاری شود. حکومت وینزویلا پرچوی های برق را در این کشور افزایش داده است. هر سال با پایان رسیدن فصل بارندگی میزان تولید برق در وینزویلا کاهش می‌یابد و امسال که این کشور گویا بارش باران‌های کمتر بود، پرچاوی‌ها افزایش یافتند. در این حال شهروندان وینزویلا از این پرچاوی‌ها شکایت دارند و می‌گویند که کاربارشان سخت آسیب دیده است. بی‌برقی به یکی از دشواری‌های بزرگ برای شهروندان وینزویلا مبدل شده است. با تازگی اداره برق این کشور اعلام کرده که به علت کاهش تولید برق در نیروگاه های آبی، پرچوی های برق در 6 ایالت افزایش خواهند یافت. این مشکل نه تنها برای خانواده ها، بل برای دکانداران نیز دشواری های بزرگی را به بار آورده است. در شهر سن کریستوبال در غرب وینزویلا، مردم در تاریکی کاروبارشان را به پیش می برند. بی‌برقی بر کارهای ما بسیار اثر گذار است، زیرا اگر برق نباشد نمیتوانیم که به مشتریان به خوبی خدمات رسانی کنیم. تنها به اندازه میتوانید کار کنید که بطری ها برق داشته باشند. مشتریان هم زیان میبینند، زیرا وقتی که برق نباشد نانها در دمای مناسب نگهداری نمیشوند و خراب میشوند.
بی‌برقی در این شهر استثنای قائل نیست و حتی در شفاخانه ها نیز مردم این مشکل را احساس می کنند. بی‌برقی بر من و تمامی دستفروشان دیگر اثر گذار است. از تلویزیون، یخچال و وسایل دیگر کار گرفته نمی توانیم. این در حال است که ونزوئلا با دشواری های بزرگ مالی نیز روبروست. کمبود مواد خوراکی و دارو از بیشتر از یک سال به این سو شهروندان این کشور را با دشواری روبرو ساخته است. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. سفیر ژاپن در کابل به ادامه کمک‌های این کشور به افغانستان تاکید دارد و می‌گوید که با در نظر داشت نیازمندی‌های کنونی افغانستان، بیشتر کمک‌های این کشور در بخش‌های کشاورزی، زیربناها و آموزش در این کشور هزینه خواهد شد. در این حال شمار از آگاهان اقتصاد کمک‌های ژاپن را در بخش کشاورزی در کشور، زمینه‌سازی برای توسعه صنایع مواد خوراکی در کشور مهم می‌دانند. سفیر ژاپن در کابل با تاکید بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان میگوید که بخش های کشاورزی، زیربناها، آموزش و صحت در اولویت برنامه های کمکی این کشور به افغانستان هستند و ژاپن را کمک کننده مهم برای افغانستان میداند. اولویت کمک های ما در بخش های کشاورزی و توسعه زیربناها در افغانستان است. و من می توانم بگویم که در سال روان میلادی نیز ما بر بنیاد برنامه های من در این بخش ها به افغانستان کمک خواهیم کرد. ژاپن با در نظر داشت تجربه موفق کشت بازرگانی در جهان، یکی از کشورهای مهم کشاورزی است که کشاورزان این کشور از زمین اندک حاصلات بیشتر به دست میارند. شماره از آگاهان اقتصاد میگویند که افغانستان میتواند با بکارگیری از تجربه موفق این کشور در رشد کشاورزی، اقتصاد محلی و روستایی را تمام کند. اگر ما بتونیم از این دو تجربه از ژاپن استفاده کنیم و بالاخره از طریق جلب کمک هایشان ما بتونیم تکنولوژیشان رو به افغانستان انتقال بدیم و همچنان یاد بگیریم که اونا چگونه تانستن مفیدیت کاری و مؤثریت کاری کارگرای خود را بالا ببرن و در افغانستان رو تطبیق کنیم، میتونیم که 30 هکتار تولیدات زراعتی افغانستان را به چندین مرتبه بالاتر افزایش بدیم. ژاپن از کشورهای مهم کمک کننده در افغانستان است و بر بنیاد اطلاعات داده شده از سوی سفارت این کشور، ژاپن از سال 2001 میلادی تا کنون بیش از 6.5 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده است. ایران از افغانستان خواست است که برای ایجاد کارخانه تولید فولاد در منطقه آزاد چابهار به گونه مشترک در این بندر سرمایه گذاری کند. در مراسم رونمایی پژوهش اهمیت بندر چابهار به کشورهای افغانستان، ایران و هند که از سوی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان انجام شده است، سفیر ایران در کابل میگوید که بندر چابهار اهمیت اقتصادی و ترانزیتی برای افغانستان دارد. در اینجا از تازه ترین پژوهش تحلیلی درباره بندر چابهار که از سوی پژوهشگران افغان، ایرانی و هندی صورت گرفته است رونمایی می شود. کولیشی افغانستان د دې تجارت لارې یا د دې بندر لارې و کولیشی په ډیرو سترو اقتصادي پروژو کې شمولیت پیدا کړي. نفع مشترک منطقه در پیوندها و همکاری های اقتصادی هست. در این پژوهش گذشته از اهمیت بندر چابهار در تحکیم رابطه ترانزیتی و بازرگانی میان کشورهای منطقه و افغانستان در کوتاه مدت درنمای رونق اقتصادی منطقه پیش بینی شده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که افغانستان سیاست چالش ها و موانع فرارای بازرگانی و رشد را روی دست گرفته است. افغانستان بنا به سیاست کم کردن موانع، رفع موانع که از جمله تعرفه های پایین یکی از نشانه هایش است، همین سیاست دنبال کرده و توقع داره از کشورهای منطقه که در این راستا هم نوایی و امانگی بهتر ایجاد شود. از سوی هم سفیر ایران در کابل میگوید که با بکارگیری از بندر چابهار زمینه ها را برای سرمایه گذاری های بزرگ و مشترک افغانستان و ایران فراهم خواهد ساخت. ما میتونیم در چابهار به دلیل ویژگی هایی که این بندر اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران داره و در پرتو توافقی که سه طرف کردن، حتی پیشنهاد کردیم که ما میتونیم بعضی از کارخونجات رو مثل کارخانه فولاد در چابهار با همکاری و مشارکت
ایران، افغانستان و سایر کشورهایی که علاقمند هستن وارد بشن ایجاد بکنیم و محصولش رو به صورت مشترک صادر بکنیم به کشورهای دیگه. حسن همسفیر هند در کابل میگوید که بندر چابهار نه تنها که در رونق روابط بازرگانی افغانستان با منطقه و ایران سودمند خواهد بود، بل در سالهای آینده بازرگانی هند را با کشورهای آسیای میانه از روی افغانستان به چند برابر افزایش خواهد داد. And the report says that our trade, India's گزارش نشان می‌دهد که بابکارگیری از بندر چابهار بازرگانی هند تنها به کشورهای آسیای میانه در سالهای آینده تا 500 میلیارد دلار خواهند رسید و این یک تحول بزرگ در بازرگانی ما خواهند بود. از هم در این نشست شماره از پژوهشگران بر ایجاد سهولت‌های بیشتر ایران در منطقه آزاد چابهار تاکید کرده. و این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. یک کیلوگرم گاز مایع 45 افغانی، یک لیتر پترول 43 افغانی، یک لیتر دیزل 42 افغانی. تا چند لحظه دیگر. کمک ژاپن در بخش کشاورزی در افغانستان. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. شما بیننده برنامه بازار هستید. سرخط خبرها یک بار دیگر. واگذاری مسئولیت های ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی. وزارت انرژی و آب از واگذاری مسئولیت های مطالعات محیط زیستی و ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی و مسکن خبر می دهد. مطابق به حکمی که آماده، فعلا تمام اون مسائل بودجوی که مربوط به بند شاتوت در وزارت انرژی و آب بود و مطالعات محیط زیستی و تاثیرات بند از وزارت انرژی و آب به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال پیدا کرد. کمک ژاپن در بخش کشاورزی در افغانستان. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. اولویت کمک های ما در بخش های کشاورزی و توسعه زیربناها در افغانستان است. خواست ایران از افغانستان. تهران از کابل خواسته که به گونه مشترک در بندر چابهار سرمایه گذاری کنند. کولیشی افغانستان دی تجارت لاری یا دی بندر لاری و کولیشی پر دی رستور اقتصادی پروژو که شمولیت پیدا کرد. و افزایش پرچوی های برق در ونزوئلا. حکومت ونزوئلا پرچوی های برق را در این کشور افزایش داده است. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. سفیر ژاپن در کابل به ادامه کمک‌های این کشور به افغانستان تاکید دارد و می‌گوید که با در نظر داشت نیازمندی‌های کنونی افغانستان، بیشتر کمک‌های این کشور در بخش‌های کشاورزی، زیربناها و آموزش در این کشور هزینه خواهد شد. در این حال شمار از آگاهان اقتصاد کمک‌های ژاپن را در بخش کشاورزی در کشور زمینه‌سازی برای توسعه صنایع مواد خوراکی در کشور می‌دانند. سفیر ژاپن در کابل با تاکید بر ادامه کمک های کشورش به افغانستان میگوید که بخش های کشاورزی، زیربناها، آموزش و صحت در اولویت برنامه های کمکی این کشور به افغانستان هستند و ژاپن را کمک کننده مهم برای افغانستان میداند. اولویت کمک های ما در بخش های کشاورزی و توسعه زیربناها در افغانستان است. و من می توانم بگویم که در سال روان میلادی نیز ما بر بنیاد برنامه های من در این بخش ها به افغانستان کمک خواهیم کرد. ژاپن با در نظر داشت تجارب موفق کشت بازرگانی در جهان، یکی از کشورهای مهم کشاورزی است که کشاورزان این کشور از زمین اندک حاصلات بیشتر به دست می آرند. شماره از آگاهان اقتصاد می گویند که افغانستان می تواند با بکارگیری از تجارب موفق این کشور در رشد کشاورزی، اقتصاد محلی و روستایی را تواند.
اگر ما بتونیم از دو تجربه از ژاپن استفاده کنیم و بالاخره از طریق جلب کمک هایشان ما بتونیم تکنولوژیشون رو به افغانستان انتقال بدیم و همچنان یاد بگیریم که اونا چگونه تانستن مفیدیت کاری و مؤثریت کاری کارگرای خود را بالا ببرن و در افغانستان رو تطبیق کنیم، میتونیم که 3 هکتار تولیدات زراعتی افغانستان را به چندین مرتبه بالاتر افزایش بدیم. ژاپن از کشورهای مهم کمک کننده در افغانستان است و بر بنیاد اطلاعات داده شده از سوی سفارت این کشور، ژاپن از سال 2001 میلادی تا کنون بیش از 6.5 میلیارد دلار در بخش‌های گوناگون به افغانستان کمک کرده است. در این مورد بیشتر گفتگو می‌کنیم با اوگای امیل، رئیس یکی از شرکت‌های زراعتی و مالداری. خانم امیل، خیلی خوش آمدید به برنامه. در نخواست در مورد کمک که ژاپن قرار است در بخش کشاورزی به افغانستان بکنه، میخوایم از شما پرسان بکنم که کمک های از اینا در بخش کشاورزی میتونه چقدر ما را در رشد در این بخش کمک بکنه. مننه کوم لورای تاسو ته سلامونه، تاسو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم، پیرزوینه وړاندې کوم. او دا د خوشالۍ زیاده، دا یو ډیره ستره خوش خبری ده، ځکه جاپانیان هغه صادق خلک دي که چیرې ده کرنیزو د مالداری په برخه کې د بیارې په برخه کې دوی بنسټیز کار وکړي او دا زموږ په ژوندانه کې خصوصا د زراعت په برخه کې یعنی کرنیز برخه کې ډیر زیات مؤثره تمامیږي، ځکه هغوی په دې برخه کې ډیر زیات پرمختللي دي، ډیر زیات ابتکار یې کړی دی، یعنی پیشرفت کړی دی. او هغه کارونه چې نن سبا په کرنیز برخه کې په زراعت کې جاپانیان کړی دی، په ډیر کم هیوادونه په جنوب شرق آسیا کې موږ شاهدان یو چې اسې کارونه کړي، ځکه ما په خپله په نمایشګاهګانو کې د دوی محصولات لیدلی دي، د دوی پراسس لیدلی دي، د دوی لاسته راوړنې لیدلی دي. دوی چې سره کم زراعت کوي یا تا د اوبو پر مخ دوی زراعت کوي، نو هیله من یم چې د دوی متخصصین هم وکولی شي چې د خپل هغه کومکونو سره زموږ بزګرانو سره یو ځای خپل معلومات شریک کړي او خپل هغه لاسته راوړنې موږ سره شریک کړي او زموږ متخصصین هلته تربیت کاندي. زه فکر کوم چې دا ډیر اغیزناکه ده او ډیر مثبت نتیجه به موږ واخلو. در قسمت ازی که کمک را که ژاپن میکنه بگونه درستش در امو بخشایی که اینا تعهد کردن در امو بخشا بگونه درستش عملی شوه، خواست شما از حکومت چیه؟ چون این قسم کمک ها بیشتر صورت گرفته اما در امو بخشایی که نیاز بوده و لازم بوده در امو بخشا هزینه نشده. واقعا شما راست میگین، در افغانستان کمک هایی که کدن و تابال بسیاری کشورها یعنی سخاوتمندانه به زراعت کمک کدن، پول انگفت به وزارت زراعت امریکایی ها کمک کدن، دیگه کشورها کمک کدن، کشورهای اروپایی کمک کدن، ما شاهدش هستیم. اما متاسفانه که درست مدیریت نشد و کارهای نمایشی و آرایشی و نمایشگاه هایی ساختن که خود فعال نشان بتن، اونا کارهای پایدار اساسی برای زارین ما در روستاها اینجا انجام ندادن و ما یعنی کدام کارش دستاورد چشمگیری ندارن که امروز ما سرازو حساب بکنیم. اگر اتمی بود خو امروز دیاقین ما خودکفا می بودن، اینا خودشان می تانستن بازاریابی بکنن که دوی سعید دستشان کسی نگرف، اینا بستبندی را که محصولات خود بکنن هم دو کمک نکنن، اینا اگر سردخانه ها ساختن بسیار نمایشی بسیار کم که اکتفا یعنی کفایت نمی کنه برای تمام زارین ما. تقریبا 90% افغانستان یعنی متکی به زراعت هست، اینا امو دستاوردهایی که از زراعت می داشته باشن تمام زندگی خود امو حاصل ناامیدی های یک فصل خود سر از او امرار معیشت می کنن که متاسفانه دولت ها عموما تا جایی که ما شاهد هستیم که شیریان وزارت زراعت مدعی چند سالی که کار کردم می فهمم، یعنی ما شاهد کار اساسی نیستیم و ما توقع دارم که این رهبریت جدید بتانه که همی کمک هایی که یا ژاپنیا یا دیگه کشورها میکنن در قسمت زراعت باید اینا سخت کوشا باشن، دقیق باشن، کار بکنن که تاریخ یادگار رو بیان. خانم امیل، بیشتر زنا فعلا در بخش های زراعتی و مالداری کار میکنن مثل شما، خواست شما در این قسمت چی هسته که یک قسمت از این کمک ها باید بر زنا هم اختصاص داده شود و کسایی که در این بخش کار میکنن به خاطر توانمندسازی کار از نام. اونا یک ریاستی دارن به نام اقتصاد خانواده که بسیار کارهای ناچیز کم که اصلا
چشمگیر نیست، یعنی نتانسته که به زنها کمک بکنه که او پایدار باشه. اگر کارایم کده و کارا به حد ناچیز بوده و یعنی کسی راضی نیست، اتو کاری نکده که بتانه، چون نیم قشر از این وطن زن هستن، زن ها تشکیل میتن و زنان در بسیاری روستاها مردای خود از دست دادن. اینا خودشان یعنی کمر همت میبندن. در طول تاریخ هم زن ها در کشتزارها امرای مردای خود یک جای کار کردن، بار گران زراعت اونا به دوش خود کشیدن، اما یک ریاست نمیتانه که او تو کارای ارزنده ای را ارزه کنه با اونا که اونا بتانن خود کفا شون، اونا بتانن که زندگی خود حداقل از نگاه اقتصادی تامین بکنن، که ای کار نشده. چرا که نه برشان تخم اصلاح شده رسیده، نه برشان بازار مارکیت پیدا کرده، نه برای بهبود کشتشان ادویه ارزه کردن، نه کوپراتیفی ساختن. ما میخوایم که اینمی زراعت چیز کمکایی که میشه از طریق کوپراتیف ها که در دیگه کشورها بسیار نتیجه مثبت داده، نتیجه بسیار خوب داده، ما خودم سفر کردیم دیدیم، میتونه که با یک زاری که در دور دست او اشتغال داره به زراعت، برش کمک حکومت ها برسه و کمک مستحقش است که باید برش برسه میرسه. اما اگر سیستم کوپراتیفی خوب سرش کار شوه و زحمت بکشن، حکومت ها حمایت بکنن و امی کارهای داریش یک ذره آسان بسازن و مالیه را سرش کم بسازن و کم بکنن، از این طریق میتونه که به روستاها، به دیاقین که در دور دست ها اونا مشغول هستن به زراعت، همین که حکومت حمایت های لازم را از کسایی که در بخش کشاورزی و مالداری اینا کار میکنن نمیکنن، میتونه چقدر تاثیر سرازی داشته باشه که دیگه سرمایه گذارای ما نیاین و در این بخش سرمایه گذاری بکنن. شما باور کنید که سکتور خصوصی امیال رو به سکوت است. اینا نمیخوان که در بخش زراعت کار بکنن، چون همیشه ریسک دیدن. اراضی، اداره اراضی که اونا مکلف هستن که زمین در اختیار یک شرکت زراعتی بگذارن، زمین خب میفهمین که سر کشور مشکلی داره که غاصبین نوره سر تمام بخشایی که مربوط دولت است، اونا ادعا میکنن که از ماست و اراضی هم امرایی میکنه. وقتی که ما 20 جریب زمین برای یک فابریکه پروسس کشمش خواستم گرفتم، تمام مراحلش خلاص کردم، وقتی ما اواید دولت هم ما تحویل میکردم، در پالیش که زمین دولتی را غاصب گرفته بود و سرازی هم ادعا کرد. یعنی شما باور کن که خود اراضی نخواست، که خودش نخواست عمدن که از زمین خود دفاع بکنه و ما را حمایت بکنن. اما بود که با هر ارگانی که ما رفتیم مثلا دادخواهی کردیم، نه وزارت زنان تانست از ما دفاع بکنه، نه کسا، چون کسای قدرتمندی که در پارلمان بودن از اونا طرف داری کن، با مشکلات زیاد روبرو هستن، مشکلات به حد زیاد در پشوری پایشان است. نه تنها زنان خو اصلا اونا زود متضرر میشن، جرأت از ایرم دیگه نمی کنن که در او عرصه کار بکنن، کارایی که تولید داشته باشن، محصول داشته باشن و بازار و بالاخره از این کارهای ابتدایی براین و یک چیز چشمگیری را انجام بتن، دولت ده هیچ عرصی امرایش او رقمی که لازم است نکدن. و گپ دیست که قدرتمندایی که هستن بس طرفدار اون کسایی که غیر تشکر. قانونی میتونن. خب تشکر، سپاس از برنامه که برمارد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز. یک دلار امریکایی 69 افغانی و 20 پول، یک یورو 84 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 80 پول، 1000 روپی هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 40 پول و 1000 روپی پاکستانی 618 افغانی. تا لحظات دیگر، خواست بازرگانان ولایت های شمال شرقی از حکومت. شماری از بازرگانان در ولایت های شمال شرقی به ویژه خواست از حکومت میخوان که بندر غلام خان را در این ولایت رسمی سازد.
شماری از بازرگانان در ولایت‌های جنوب شرقی به ویژه خوست از حکومت می‌خواهند که بندر غلام خان را در ولایت خوست رسمی سازد. آنان می‌گویند که با در نظر داشت نیازمندی‌های اساسی در بخش دادوستوت بازرگانی از رای ولایت‌های جنوب شرقی به بیرون از کشور، ایجاد رسمی بندر غلام خان بسیار مهم است. برای بحث بیشتر ضیاءالحق فضلی، آقای امور اقتصادی اینجا با ما هستند. آقای فضلی، خیلی خوش آمدید به برنامه. در نخست در مورد اهمیت بندر غلام خان بر افغانستان میشه بگوین. تشکر، سلامت باشین. بندر غلام خان یکی از بنادر بسیار مهم و اقتصادی کشور شمرده میشه، بعد از بندر تورخم و چمن که ما با کشور پاکستان، کشور همسایه خود، روابط اقتصادی و واردات و صادرات داریم. سیوم درجه بندر غلام خان داره. بندر غلام خان ترانزیت تجارتی واردات و صادرات بین ایالت خیبر پختونخوا و بین ولایت خوست را تنظیم میکنه و سالانه به ده ها میلیون دلار در این بندر تجارت میشه و واردات صادرات میشه. این بندر تقریبا در سال 2014 وقتی که از طرف حکومت پاکستان در ساحه شمالی وزیرستان، در بنو، در وانه و در بعضی مناطق دیگر خیبر پختونخوا عملیات علیه تروریسم شروع شد، این بندر را حکومت پاکستان مسدود کرد و بعدا هم به ده ها میلیون دلار به تاجرای افغانستان و تاجرای پاکستان خساره وارد شد. با اهمیت بندر ای است که پیش از این که این بندر جور نشده بود، تقریبا هر موتری که او مواد خوراکی می بود یا مواد طبی می بود و یا وسایل دیگری که به افغانستان وارد می شد و یا هم از افغانستان تجارای ما صادر می کردن، او 5 الی 6 ساعت در بر می گرفت. اما بعد از جور شدن این بندر که از طرف امریکایا جور شد، از 1.5 ساعت الی 2 ساعت از بنو که یکی از ولسوالی های خیبر پختونخوا است تا به خوست در بر میگیره و تاجرها با بسیار آسانی میتونن که واردات صادرات خود را از این را تمویل بکنن و بتونن که استفاده خوبی داشته باشن. با حکومت چی است که در بندر غلام خان یا بنادر دیگری که در افغانستان وجود داره که اینا سهولت های بازرگانی را به تجارای ما فراهم بکنن تا اونا بتونن که استفاده درست از این بنادر داشته باشن؟ ما سال گذشته با رئیس جمهور با یک طرح منظم اقتصادی روی میز شیشتیم و بحث همه جانبه را کردیم با مشاورین رئیس جمهور، با وزارتخانه های مربوط سکتورهای اقتصادی که میشه و سکتورهای خصوصی. و پلان همی بود در چند از 2014 تا به دو روز پیش که بندر غلام خان افتتاح میشه، او هم به طور موقتی ندائمی، تقریبا 3 دفعه تصمیم گرفته شد که بندر باید باز شود و در خدمت تجارای ملی داده شود تا بتوانند که امو تجارت خود را از ایران دوام بتن. اما نتوانستند که این فیصله را تطبیق بکنند و بتوانند که این بندر را پس باز بکنند. رئیس جمهور و تیم اقتصادیشان دلایلی از خود داشتند. متاسفانه در افغانستان عموما، در پاکستان و افغانستان، بنادری که ما 3 مهم بنادر داریم، تورخم است، چمن است و بندر غلام خان است، همیشه مشکل مسائل سیاسی میشه. وقتی روابط سیاسی پاکستان و افغانستان خراب میشه و مشکلات پیدا میکنه، اثرات مستقیمش بین بالای تجارای ملی میفته و اقتصاد هر دو کشور ضربه میبینه. شما ببینین تقریبا 2.7 میلیارد دلار بین حکومت پاکستان، بین کشور پاکستان و افغانستان تجارت بود و تجارا با یک قوی ترین سرمایه خود تجارت میکردن. اما حالا گزارش یک تازه‌ای که نشر شده تا 1.2 میلیارد رسیده، یعنی یک کاهش چشمانداز است. و بنادر ایسی بنادر بالخصوص بندر غلام خان در وضعیت ولایات جنوبی و در رشد وضعیت ولایات جنوبی، رشد اقتصادی ولایات جنوبی و در کشورها سیاست از اقتصاد جدا نمی سازند تا ما بتونیم در بخش اقتصادی پیشرفت داشته باشیم. در هر کشورها مشکلات سیاسی وجود داره، اما بهانه نمیشه بخاطر از اینکه اینا مشکل افزایی بکنن سر راه اقتصاد. متاسفانه ببینین این بحث طولانی است. قراردادهایی که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفته، مثلا قراردادهای ما به طور مثال میتونیم قراردادهای ترانزیت
که وقتی پاکستان مکلف است که از طریق پورت قاسم و بنادری که در کراچی وجود داره وقتی اموال افغانستان میایه اوجا باید در مدت بسیار کم برای ازو اجازه اکسپورت داده شد تا به افغانستان، اما حکومت افغانستان به حیث یک آلای فشار استفاده می کند. ما امیدواریم که پروژه هایی که ما در اخیر داشتیم مثل پروژه های چابهار و دیگر بنادر این مشکلات تجاری را حل بسازد. تشکر. سپاس از حضورتان در برنامه. وزارت انرژی و آب از واگذاری مسئولیت های مطالعات محیط زیستی و ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی و مسکن خبر می دهد، در حالی که وزارت انرژی و آب تمامی مطالعات فنی و اقتصادی بند شاتوت را انجام داده بود، قرار بود به زودی کار ساخت این بند را آغاز کند، اما مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که رئیس جمهور حکم داده است که تمام مسئولیت های ساختن بند شاتوت همراه با بودجه آن به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال یابد. اما وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که تنها مطالعات محیط زیستی و اجتماعی مربوط به این نهاد شده است و برای این کار یک شرکت مشورتی استخدام خواهد شد. وزارت انرژی و آب میگوید که بر بنیاد دو حکم ریاست جمهوری در دو ماه گذشته مسئولیت های بررسی های فنی و ساخت بند شاتوت در کابل نخست به اداره ملی حفاظت از محیط زیست و سپس به وزارت شهرسازی و مسکن واگذار شده است. مسئولان این وزارت میگویند که آنان کار طرح و دیزاین و مطالعات فنی و اقتصادی بند شاتوت را تکمیل کردند و قرار بود کار ساخت آن آغاز شود. مطابق به حکمی که آماده فعلا تمام اون مسائل بودجوی که مربوط به بند شاتوت در وزارت انرژی و آب بود و مطالعات محیط زیستی و تاثیرات بند از وزارت انرژی و آب به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال پیدا کرد. اما وزارت شهرسازی و مسکن میگوید که تنها مطالعات محیط زیستی و اجتماعی بند شاتوت به این نهاد سپرده شده است و در این بخش این نهاد یک کمپانی مشورتی را استخدام خواهد کرد. مسئولیت وزارت امور شهرسازی در مورد مطالعاتشان هستند که ما در جزئیات میریم که امی پروژه چی اثرات مثبت و چی اثرات منفی سر محیط زیست داشته میباشد. از سوی هم شما از آگاهان امور اقتصادی و گذاری پروژه های توسعه را از یک نهاد به نهاد دیگر وقت کشی میدانند و میگویند که حکومت باید در قبال عمل شدن پروژه های مهم و ویژه پروژه های بندسازی در کشور نباید سلیقه‌ای برخورد کند. آنان میگویند که ساخته شدن بند شاتوت در کابل با در نظر داشت کمبود روزافزون آب زیرزمینی نیاز اساسی است و باید این پروژه هرچه زودتر عملی شود. من فکر میکنم که همچو برخوردهای سلیقه‌ای و همچو احکامی که خلاف پرنسیب است و در پرنسیب شامل نیست، اما پروسه توسعه برای مردم افغانستان بطی و کن می سازد و نتیجه مطلوب نمیتونه داشته باشد. برای ساخته شدن بند شاتوت 236 میلیون دلار نیاز است که با ساخته شدن این بند در کنار تهیه آب آشامیدنی برای 2 میلیون باشنده پایتخت، آبهای زیرزمینی در این شهر تقویت خواهند شد. بعد تازگی هند برای تمویل این پروژه علاقه‌مند شده است. آزمون برای بستای خالی آموزگاران و کارمندان خدمات ملکی در فاریاب عقد شد. مسئولان خدمات ملکی در شهر میمنه میگویند که برای استخدام افراد واجد شرایط برای 700 بست خالی در این ولایت بیش از 2600 تن آزمون دادند و قرار است که به زودی نامهای این افراد فهرست شوند. بر بنیاد اطلاعات مسئولان خدمات ملکی در شهر میمنه ولایت فاریاب، از بیش از 5000 فردی که برای 700 بست خالی در این ولایت ثبت نام شده بودند، از 2600 تن آنان که واجد شرایط به این بست‌های خالی شناخته شدند آزمون گرفتند. آنان میگویند که بیشترین این بست‌های خالی برای آموزگاران است. یک کس میتونه به یک بست خانه کاندید کنه، اون از او بست رقابت میکنه، از طریق رقابت کسی که نمره بلند به دست میاره او کاندیدم بست میشه و مقرر میشه. در همین حال شماری از شرکت کنندگان در این آزمون میگویند که بی‌نظمی های زیادی در این آزمون وجود داشتند و باید به گونه شفاف افراد به بست های نهادهای دولتی گماشته شوند. قبلا امتحان به این شکل نبود، اما بعدا که پروسه امتحانات به اصلاحات اداری گذاشته شد، اصلاحات اداری این طرز عمل های جدید را به مردم فاریاب به مسطح افغانستان معرفی کرد، اما بعضی از طرز عمل هایی که وجود داشتن مطابق این خواست کسایی که امتحان می دادن بود، اما بعضی هایش در تضاد قرار داشت. بر ما اصلاحات اداری دیگه چیز را نمایی کرده بود، اما در اینجا خلاف رشته ما بود، دیگه اصلا رشته ما ده سوال بود. از سوی هم مسئولان خدمات ملکی در ولایت فاریاب میگویند که با برگزاری آزمون برای گماشتن افراد در بست‌های نهادهای دولتی میکوشند که افراد شایسته را جذب کنند و این روند به گونه شفاف عملی خواهد شد.
مجوز سرمایه گذاری شرکت های خصوصی در شبکه ملی فایبر نوری به شرکت های افغان بیسیم، اتصالات و گروپ مشورتی آسیا داده شد. در پیمانی که میان اداره تنظیم خدمات مخابراتی و شرکت های سرمایه گذاری در ارگ ریاست جمهوری امضا شد، این شرکت ها می توانند بیش از 383 میلیون دلار در شبکه فایبر نوری سرمایه گذاری کنند. پیش از این وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی گفته است که هدف از سرمایه گذاری های خصوصی در شبکه فایبر نوری کاهش بهای اینترنت و بهبود کیفیت این خدمات در کشور است و تلاش می شود که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش پروژه های فایبر نوری میاری شود. حکومت وینزویلا پرچوی های برق را در این کشور افزایش داده است. هر سال با پایان رسیدن فصل بارندگی میزان تولید برق در وینزویلا کاهش می‌یابد و امسال که این کشور گویا بارش باران‌های کمتر بود، پرچاوی‌ها افزایش یافتند. در این حال شهروندان وینزویلا از این پرچاوی‌ها شکایت دارند و می‌گویند که کاربارشان سخت آسیب دیده است. بی‌برقی به یکی از دشواری‌های بزرگ برای شهروندان وینزویلا مبدل شده است. با تازگی اداره برق این کشور اعلام کرده که به علت کاهش تولید برق در نیروگاه های آبی، پرچوی های برق در 6 ایالت افزایش خواهند یافت. این مشکل نه تنها برای خانواده ها، بل برای دکانداران نیز دشواری های بزرگی را به بار آورده است. در شهر سن کریستوبال در غرب وینزویلا، مردم در تاریکی کاروبارشان را به پیش می برند. بی‌برقی بر کارهای ما بسیار اثر گذارد، زیرا اگر برق نباشد نمی توانیم که به مشتریان به خوبی خدمات رسانی کنیم. در اخیر هم فشرده چند خبر. وزارت انرژی و آب از واگذاری مسئولیت‌های مطالعات محیط زیستی و ساخت بند شاتوت به وزارت شهرسازی و مسکن خبر می‌دهد. ژاپن امسال بیشتر کمک‌هایش را در بخش کشاورزی و زیربناها در کشور هزینه خواهد کرد. ایران از افغانستان خواسته است که برای ایجاد کارخانه‌های تولید فولاد در منطقه آزاد چابهار به گونه مشترک در این بندر سرمایه‌گذاری کند. حکومت وینزویلا پرچاوی‌های برق را در این کشور افزایش داده است. سپاس از این که در برنامه بازار ما را همراهی کردید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.